ای خدا از گرما پختی بیچاره اون بچه‌ای که الان تو این وضعیت به دنیا میاد در واقع تو ایران کسی به دنیا نمیاد به جهنم میاد خب دیگه بس اینقدر آیه یس نخونی خسرو باشه برو چند تا نون بگیر حداقل توی این وضعیت بتونیم یه لقمه نون زهر مار کنی آقا جان میدانی که الان رهبر مفسدین جهان برق نانوای مهر رو هم قطع کرده ضمناً از دیروز نان گران شده یعنی با او پولی که ثابت برای نان میدادی الان بهمون به فوش هم نمیدن نون رو دیگه چرا گرون کردن مگه حقوق اضافه کردن بالاخره زرشکیان باید یه جوری آمادنش رو نشون میداد دیگه آقا سفتر فعلا همه فکر میکردن همون رئیسی کوتله سرکاره حالا شما حساب کن با اولین قدمش نون رو گرون کرده چه های دیگری میخواد بعدم بزنه خدا میدونه خدایا وقت کردی مسیر زندگی ما رو یه بررسی مجدد کن یه کاری بکن قسمت آسفالتش نیفته رو دهن ما اینقدر که خدا طلب میکنی اگه یه بار یقه خودت و خودمون رو میگرفتیم که زودتر آسیم بالا بزنیم و حق رهبر الدنگشون رو کف دستش بذاریم الان هم برق بس بود هم نون تو سفره هم دلار تو جیب من گل <تص> گفتی آقا جان خودم میدونم